سلام دوستان و خوش اومدیم به یک قسمت دیگر از هفته نامه های آکادمی گنج اگر اولین بارتون است که اینجا هستین براتون تعریف بکنم که ما در این هفته نامه ها کارمون این هستش که به اخبار هفته گذشته به اخبار هفته پیش رو میندازیم همیشه سعی میکنیم نگاهی هر چقدر کوتاه به آنچین داشته باشیم و بعد از اون بریم و تکنیکال ها رو با هم مرور کنیم امروز یه کمی تمرکزمون روی بیت کوین و کریپتو بیشتر خواهد بود اما مثل همیشه به کریپتو بازار بورس آمریکا و سر کوتاهی به فارکس میزنیم با ما همراه باشید بسیار عالی خب از هفته گذشته شروع کنیم هفته گذشته رو اگه با هم بخوایم مرور بکنیم خبرهای مهمش چیزی که دقیقا ما منتظرش بودیم یکی روز پنجشنبه بود که نرخ بهره و البته صحبتهایی که از بانک مرکزی انگلستان بیرون اومد برای ما مهم بود نرخ بهره تا که انتظار میرفت 5.25 درصد فعلا ثابت نگه داشته شد اما همونطور که در هفته گذشته صحبت کردیم این تغییر رژیم به سمت کمتر شدن نگرانی ها از تورم و شروع صحبت های بانک های مرکزی به سمت اینکه کم کم بیان و نرخ بهره رو پایین بیارن هنوز خود نرخ بهره کسی پایین نیاورده اما صحبت ها هر روز داره بیشتر است دیروز میشه رو داریم میبینیم ولی بله خب نرخ بهره ثابت نگه داشته شد اونطور که انتظار میرفت اما صحبت های بانک مرکزی اگر نگاه بکنیم میبینیم که داره از ریت کات صحبت میکنه از کاهش نرخ بهره صحبت میکنه میگه احتمالش وجود داره که ما نیاز داشته باشیم که نرخ بهره رو توی سه ها... ماه های پیش رو پایین بیاریم و احتمالا بیش از چیزی که انتظار داره بازار باید این کار رو انجام بدیم پس این صحبت چیز مهمتری بود نسبت به خود اون عدد نرخ بهره میگم خود عددش 525 همونطور که انتظار میرفت ثابت نگه داشته شد اما روزهای بعدی هفته اگر نگاه بکنیم شاید خبر مهم شاید مهمترین خبر روز جمعه از کانادا بود که نرخ بیکاری اعلام شد هفته گذشته راجع بیکاری بیشتر صحبت کردیم الان صرف من صرفا خود خبر رو میگم که 6 و یک درصد یعنی 1 درصد کمتر از انتظارات ظاهر شد و کم بودن نرخ بیکاری همونطور که هفته پیش هم گفتیم این اجازه رو به بانک های مرکزی میده و دستشون رو باز میذاره که نرخ بهره برای مدت طولانیتری بالا بتونن نگه دارن تا بتونن تورم رو بیشتر کنترل بکنن و گفته بودیم که دیروز هفته گذشته صحبت آقای پاول رو هم هم مرور کردیم دیدیم که گفتش ما تا وقتی که یک افزایش قابل توجه در نرخ بیکاری نبینیم خیلی تاثیر روی تصمیماتمون نداره و برای بانک مرکزی همه کشورها از جمله کانادا همینطور طور هستش شما میتونید که 6.1 درصد همون دردی بود که هفته پیش از مخ ماه پیش اعلام شد پس خیلی هنوز تغییری نکرده و تا تاثیر تاثیرگذار در تصمیمات تأثیر بانک مرکزی کانادا نخواهد بود اما هفته پیشرو رو بریم با هم مرور کنیم هفته پیشرو هفته سختی خواهد برای ترید کردن چرا که دو تا عدد خیلی مهم از آمریکا اعلام میشه یکی پی, پی آی هستش در روز سهشنبه و دیگری سی پی آی در روز چهارشنبه نرخ جفتشون تقریبا نرخهای تورمی هستن از های تورمی هستن ولی خب پی پی آی یه ذره جلوتر رو میبینه اما سی پی آی عددی هستش که برای مارکت بسیار مهم هستش انتظار بازار این هستش که یک دهم درصد کاهش رو داشته باشیم در سی پی آی سال به سال البته سی پی آی ماه به ماه انتظار میره که همون 14 درصدی که ماه پیش بود باقی بمونه و خب میتونیم اینجا تو این نمودار خیلی قشنگ میتونیم کاهش این رو ببینیم ولی خب کماکان توی نرخ توی سی پی آی سال به سال روی 3 و نیم درصد هستیم و با هدف دو درصدی فد به طرز قابل توجهی فاصله داریم و این دلیلی هستش که فدرال رزرو نمیخواد خیلی زود بند رو به آب بده و شروع بکنه به شل کردن بازار و کم کردن نرخ بهره و خب دلیلش رو اینجا میتونیم ببینیم در مورد پی پی آی هم همینطور پی پی آی ماه به ماه انتظار حتی 3 دهم درصد مثبت هستش به نسبت 2 درصد مثبتی که ماه گذشته داشتیم پس کم کم نگرانی ها به جا هستش مخصوص نگرانی های فد به جا هستش از بالا بودن کماکان بالا بودن نرخ تورم روز سه شنبه آقای پاول هم صحبت خواهد کرد میتونه که تاثیرگذار باشه روی بازار ولی خب غیر از اون شاید تا انتهای روز چهارشنبه که نرخ بیکاری از استرالیا اعلام میشه خیلی خبر خاصی نداریم استرالیا انتظار میره که یک درصد بیشتر از ماه گذشته نرخ بیکاری داشته باشه 3.9 درصد نسبت به و 8 درصد ولی کماکان اگر مثلا دقیق‌تر نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که عدد عجب قریبی غریبی نیستش کماکان توی اون رنج زیر 4 درصدی هستش که تقریبا از اول سال 2023 یک سال و چهار ماه اخیر همین بوده بسیار روزهای مهم خبرهای مهم روز سهشنبه و چهارشنبه با پی, پی آی و CPI از آمریکا هستش قبل از اینکه بخوایم این قسمت رو به پایان ببریم یه کمی هم خوب راجع به فد صحبت بکنیم و نگاه به جلسات آینده فدرال رزرو و بهره های پیش رو بندازیم جلسه بعدی سی روز با ما فاصله داره و تقریبا بازار تصمیم خودش رو گرفته بیش از 95 درصد 96 درصد بازار تصمیم خودش رو گرفته که آقا بهره در جلسه آینده که در 12 جولای 2024 برگزار خواهد شد قرار نیست تغییر بکنه اما در جلسه بعدش در جلسه انتهای جولای کماکان کم 100 صد درصد نیستش بازار و طبیعی هم خیلی فاصله داریم هنوز باهاش ولی خب الان که از بازار بپرسیم به بازار نگاه کنیم تقریبا یک چهارم بازار معتقد هستش که اولین ریت کاد اولین کاهش نرخ بهره در جلسه انتهای جولای اتفاق میفته و نه الان اینو خاطرتون داشته باشین وقتی میریم راجع به کریپتو صحبت میکنیم اینا میخوام توی موضوع لانگ بیشتر با هم بحث بدیم ولی خب پس چیزی که میدونیم اینه که در سی روز آ... در جلسه سی روز آینده اتفاق نخواهد افتاد در جلسه ج... جولای 25 درصد بازار احتمال کاهش 25 صدام درصدی نخ بهره رو میده بریم یکم راجع به آن صحبت <applause> خب همونطور که در جلسه قبلی گفتیم الان در فازی هستیم در بیت کوین که یک سر فاز حوصله سربری هستش و نشانه های آنچین رو هم در این موضوع میتونیم ببینیم شورت ترم هولدر که از متریک های مورد علاقه من در دنیای آنچین که در دوره آنچین هم به طور کامل راجب به صحبت کردیم که چی است و چطور میشه ازش استفاده کرد کما این رو بهمون نشون میده نوسانات بسیار کوچیک هلوهوش هوش عدد یک رو داریم میبینیم برای شورت ترم هولدر و این نشانه دیگری از این هستش که هیچ هیجانی به توی بازار وجود نداره که گفتیم 80 درصد مواقع بازار توی این فاز رنج به سر میبره توی این فاز بی هیجان به سر میبره 10 درصد مواقع داره میره بالا 10 درصد میاد پایین ولی 80 درصد مواقع اوضاع این چنین هستش و الان میتونیم با متریک های مختلفی موضوع رو ببینیم نگاه کردن به قیمت هم میتونه حتی این رو به اون نشون بده اما آنچن یک تایید دیگه ای به اون میده و کمک میکنه که بتونیم دقیق تشخیص بدیم کی قرار از این فاز خارج بشیم اما فعلا هیچ نشانی حداقل در شورت مولتر سوپیار دیده نمیشه دیگه چی داریم بهش نگاه بکنیم اگر به اوپن اینترست و فاندینگ ریت هم نگاه کنیم میتونیم ببینیم که اوپن اینترست کما کانخ بسیار بسیار پایین هستش در مقایسه با اون دوران یوفوریایی که در ماه آپریل به عنوان مثال داشتیم خیلی فرق میکنه معلومه که تریدرها مثلا تریدرهای خرد و تریدرهای پر در بازار نیستند و خارج شدن و فاندینگ ریت وقتی اوپن اینترست پایین خیلی چیز خاصی بهمون نمیتونه بگه همونطور که میتونید ببینید درست مثبته ولی انقدر عددش کوچیک هستش که جهت خاصی رو در بازار داره بهمون نشون نمیده اما چیزی که شاید بد نباشه اینجا بهش نگاه بکنیم نگاه کردن به لیکویدیشن هیت مپ هستش و اینکه چقدر کجاها احتمال لیکویدیشن بیشتر هستش یه جورایی نقاط لیکویدیشن تریدرها کجاست و بازار این نقد های بازار کجاست که قیمت به سمتش کشیده میشه اگر که نگاه بکنیم دو تا قیمت اصلی هستش یکی در 74000 تا از 71 تا 74 میشه گفت و دیگری در 51 تا 50000 دلار هستش که اینا نقاط لیکویدیتی بزرگمون هستن که البته در 70000 تا نقطه لیکویدیتی بسیار بزرگتری داریم می‌بینیم طبیعتا نقاط لیکویدیتی که بالای قیمت الان هستن نقاط لیکویدیشن شورت‌ها ها هستن و پایین عددی که پایین هستن نقاط لیکویدیشن لانگ‌ها ها هستن پس این دو تا قیمتی هستش که بازار به سمتش گرایش داره این وسط ها هم اگر بخوایم نگاه بکنیم در 67000 دلار هم میتونیم که این مقدار لیکویدیتی ببینیم که البته قابل مقایسه با لیکویدیتی هایی که اون بالا و این پایین ببینیم نیستش بسیار خب اینا رو هم در نظر داشته باشین و بریم سراغ تکنیکال ها و ببینیم که همه اینا رو که کنار هم بذاریم چه چیزی در کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بیت کوین تونه به ما بگه. خب همونطور که گفتم امروز میخوام بیشتر راجع به بیت کوین صحبت کنم اولا از هفته گذشته اگر مرور بکنیم در ما یک روند نزولی خیلی خیلی آروم حوصله سربر و به سمت پایین رو داشتیم اگر در تایم فریم های پایین نگاه میکنین اعتبارا این حوصله سربر بودنی که من در صحبت میکنم رو زیاد ندیدین ولی خب در یک نگاه بیگ پیکچر در نگاه بزرگتر اگر به سیستم نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که خیلی اتفاق خاصی داره نمیفته چه چیزهایی مهم هستش که بهش توجه بکنیم یک ما این هایر های به لور های و لور لو low رو داریم میبینیم قله های پایین تر و دره های پایین تر رو داریم میبینیم و یک روند بسیار آرومه به سمت پایین رو از مارچ 2024 مارچ آپریل 2024 داریم دنبال میکنیم به سمت پایین که این کانال رو هم در چندین هفته پیش یعنی ماه پیش حتی با هم دیگه کشیده بودیم و الان تقریبا در اواسط این کانال هستیم و چیزی که مهمه گفتم این قله های پایین و دره های پایین تر چرا مهمه چون که اگر این سیستم تغییر بکن اگر که ما اینجا یک دره ببینیم به عنوان مثال اگر این هفته هفته مثبتی باشه اون سیستم دره و قله های پایین تر یه جورایی میرن کنار چی میتونن بهمون به نشون بدن نتیجهش چی میتونه باشه نتیجهش چی میتونه باشه که بیایم و نقاط لیکویدیتی که بالای سرمون هست رو بیایم و تاج بکنیم نقاط... این نقاط کجا بودن یکی در 65000 دلار بود در 67000 دلار و البته در 71000 دلار که به شکل قابل توجهی با ما فاصله داره اما دقت کنید اگر که تا اونجا هم حرکت بکنیم م... معنی بر تغییر روند به نظر هنوز نیستش کماکان توی این باکس خیلی بزرگ ولی خب بالاخره یک باکس به یک رنج هستیم و باید حواسمون به اون باشه اگر که اما این کف رو از دست بدیم اگر 60500 دلار رو از دست بدیم احتمال اینکه بیایم و یک دره پایین تر پایین 56000 تا مثلا در 55000 تا یا در 54000 تا ببینیم بیشتر رو بیشتر میشه به هر حال چیزی که مهم هستش اینجا هدفمون این هستش که ما یک دیدی بخوایم از کل بازار نگاه بکنیم بزن قبل از اینکه نتیجه گیری رو بگم او را نگاه بکنیم او هفته گذشته دیدیم که در حال برخورد با این بود ریتست رو از این خط روند دیدیم و حرکتش به سمت پایین رو داریم میبینیم و هیچ دایورجنس عجیب و غریبی هم مشاهده نمیشه هیچ واگرایی عجیب و غریبی هم اینجا فعلا مشاهده نمیشه اما بریم یه کمی میام مدت تر صحبت بکنیم نگاه بکنیم الان کجای داستان هستیم الان هاوینگ اتفاق افتاده و در واقع اون فاز عوض شده مقدار تولید بیت کوین ها کم شده اما همونطور که در سایکل قبلی سایکل قبلش هم دیده بودیم سایکل قبلی اینجا بودیم در این ویدیو ها داشتیم با هم صحبت می اما که در هابینگ سایکل قبلی هم دیده بودیم یه مدتی طول میکشه تا بازار به خودش بیاد و بخواد اون بوران اصلی رو شروع بکنه این حالت برزخی که الان وجود داره که هاوینگ اتفاق افتاده اما هنوز افزایش قیمت اتفاق نیفتاده به طور خاص از همه بیشتر برای کی سخت استش برای ماینرها سخت استش تولید بیت کوین هاشون در تعداد بیت کوینایی که به دست میارن کمتر شده اما قیمت بیت کوین هنوز دو برابر نشده که البته تاریخ نشون داده که بالاخره این اتفاق میفته حداقل دو برابر شدن رو معمولا میبینیم البته تغییرات هش ریت رو این وسط نمیخوام راجع به صحبت بکنم اما این دیدگاه کلی هستش که داره اتفاق میفته و الان کجا هستیم الان توی اون فاز حوصله سربر بیت کوین هستیم که بعد از هاوینگاش اتفاق میفته هم در سایکل قبلی اتفاق افتاد و هم در سایکل قبلش اتفاق افتاد یک چیز کاملا تکراری هستش بعضی از سایکل ها یک شیب خیلی آروم به سمت بالا دارن بعضی از سایکل ها شیب آروم به سمت پایین دارن و بعضی ها هیچ کدومشون تکون نمیخورن اما چیزی که یه جورایی مسلم هستش این هستش که هنوز اون بول مارکت اصلیمون شروع نشده آقا پس این حرکتی که اینجا اتفاق افتاد چه این آیا بول مارکت نبود بله این مینی بول مارکتی بود که راجبش صحبت میکردیم آقا اگه مینی بول مارکت بود چرا آلتایم های جدید زده شد این هم راجبش صحبت کردیم که ما اگر که نسبت به تورم نگاه بکنیم یکی از راهاش این بود که نسبت به قیمت نفت نگاه بکنیم به جای اینکه به دلار نگاه بکنیم بیت کوین رو میتونیم ببینیم که قله جدیدی حتی زده نشده صرفا تورم باعث شده که دلار بی ارزش تر باشه و این قله در واقع قله از قله های قبلی بوده و همون مینی بر مارکت میلی مارکتی بوده که در سایکل های قبل دیدیم تا که در سال 2019 دیدیم و همطور که در جون سال 2016 دیدیم خب این نتیجهش چه خواهد بود برای ما نتیجهش این خواهد بود که انتظار من یک مینی بر مارکت هستش اونطور که قبلا گفتم این مینی بر مارکت لزوما به معنای کاهش قابل توجه قیمت نخواهد بود بیشتر به معنای احتمال بیشتر به معنای مدت زمان طولانی و حوصله سر رفتن طولانی میشه همین الان هم اگر که سنتیمتر رو مرور بکنید نگاهی به توییتر بندازید یا هر جای دیگه بندازیم میتونیم ببینیم که حوصله تریدرها خیلی سر رفته و اینو از اوپن اینترست میتونیم ببینیم از اس او پی میتونیم ببینیم همه اینا رو با هم دیدیم که به همین نتیجه بتونیم برسیم اما چیزی که من حس میذارم این هستش که این تازه اولشه بیشتر از اینها قرار حوصله سر بره بیشتر از اینها قراره که آدم ها عصبانی بشن و بیشتر از اینها قرار هستش که تریدرهایی که با لورج بالا ترید میکنن از بازی بیرون بشن تا اون بول مارکت اصلی به خاطر شروع بشه اگر از من بپرسین چقدر وقت داریم احتمالا چند ماه شاید سه چهار ماه وقت داریم شاید بیشتر حتی تا آخر انتهای امسال وقت داشته باشیم که بخوایم آماده بشیم برای اون بول مارکت بزرگ تا انتهای یه ذره خوشبینانه هستش میگم چهار ماه سه چهار ماه عدد منطقی به نظر میاد تا حوالی انتهای تابستون و البته جلو بریم آپدیت خواهیم کرد خودمون رو اگر نشون های ببینیم که این پیش بینی غلط هستش طبیعتا آماده هستیم که همون لحظه نظرمون رو عوض بکنیم و زیبایی بازار همین هستش هیچکس کس نمیتونه همش رو پیش بینی بکنه ولی خب این دیدگاه من هستش در کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت برای بیت کوین لی بریم سراغ بقیه بازار هم یه صحبتی با هم بکنیم از بازار بورس آمریکا میخوام شروع بکنم بازار بورس آمریکا اون دت به همسی که اینجا انتظار داشتیم رو اتفاق افتاد براش و میتونیم ببینیم که در او هم اگر نگاه بکنیم هنوز قدرت به بازار بر نگشته من انتظار ندارم که بخوایم حرکت ادامه دار اینجا داشته باشیم مثل مثلا حرکتی که اینجا داشتیم من انتظارم این هستش که بالاخره خیلی زود یه جایی برگردیم پایین حالا اینکه آیا قله جدید میزنیم یا نه معلوم نیست اگر قله جدید بزنیم و اوبیوی وی کماکان زیر این خط باشه به نظر من ایدال هستش چون میتونه قطعا به همون باعث بیشتری بگه که یک برگشت در راه هستش اما فعلا خیلی زوده برای این صحبت ها ولی من میگم انتظار من حرکت به سمت پایین و شروع یک روند نزولی و یک حداقل یک تصیح کوتاه مدت برای بازار بورس آمریکا هستش مگر اینکه میگم اتفاق عجیب غریبی بخواد در سیستم اقتصادی آمریکا سیستم مالی و اقتصادی آمریکا بیفته نسبت اتریوم به بیت کوین اتفاق خاصی نیفتاده هفته پیش هم تقریبا هم جای بودیم که الان هستیم بازگشت رو داریم به این حمایت صفر اومه صفر میبینیم و این خب میتونه راجع به همه آتکوین ها صحبت بکنه وقتی که اتریوم حالش خوب نیست بقیه آتکوین ها قطعا قطعا حالشون خوب نیستش و همیشه هم گفتم دنبال آل سیزن وقتی باشین که اون یوفوریا و اون هیجان در کل بازار کریپتو وجود داره همه خوشحالن قیمت ها تازه رفته بالا و همه ریتیل ها مخصوصا دارن وارد میشن وقتی اتفاقا داره نمیفته آلت ها خیلی اتفاق خاصی براشون نمیفته بسیار عالی بریم به بازار بورس سر بزنیم من امروز فقط یک جفت ارزون میخوام باهاتون به اشتراک بذارم اون علتش این هستش که تریدش رو باز کردم روز جمعه بعد میخواستم که حتما حتما مطرح بکنم باهاتون و اون نسبت دلار نیوزیلند به دلار آمریکا هستش روند طولانی مدت نزولی رو داریم میبینیم در 5 سال عقر... اخیر روند تر همیشه نزولی بوده حتی در 20 سال اخیر عقر... روند همیشه نزولی بوده و این کانال رو نسبتا راحت میشه کشید با استفاده از این دره هایی که این پایین وجود داره و البته کپی کردنش روی این قله هایی که این بالا وجود داره خیلی کانال مهم نیست چیزی که بیشتر برای مهمه روند نزولی بزرگی هستش که داریم باش است... دست در می نرم و این حرکت در واقع سعود... سعودی کوتاه مدتی که به نظر میاد که میتونه اینجا شکسته بشه با برخورد به این مقاومت روندی خیلی استاپلاس بزرگی نداریم یه کمی از این بزرگتر از این چیزی که اینجا کشتم بزرگتر ولی خیلی استاپلاس بزرگی نداریم و اگر به حساب بخوره اصلا مشکلی نیستش این رو اگر میخوام ببینید که چقدر باید استاپلاستون رو بزنید چقدر پوزیشن سایز باز بکنین دوره تریدینگ به عنوان شغل باشه به همه اینها صحبت کردیم پس اگر ندیدید و دارین اکتیولی ترید میکنین اگر پول توی ترید دارید و این اون وید... دوره رو ندیدین حتما حتما بهتون پیشنهاد میشه بسیار عالی آخر از همه یک نگاهی به تک ها و به طور خاص به رابین هود بندازیم رابین هود بعد از ارنینگش که اعلام شد ارنینگ خیلی خوبی هم البته اعلام کرد بیش از انتظارات بود انتظارات این بود که در واقع 0.358 دلار ارنینگ داشته باشه اما 0.18 دلار ارنینگ داشت بیش از دو, ب... دو برابر بالاتر از انتظارات بود اما همونطور که میدونیم لزوما بازار خیلی سریع به این ارنینگ ها واکنش نشون نمیده و اگر هم واکنش نشون میده واکنشش برعکس هستش و پایین اومدنش رو تا حدود 16 دلار داریم میبینیم کم و یه ذره برای من گرون هستش برای اینکه بخوام طولانی مدت نگه دارم اگر خاطرتون باشه دفعه آخری که خریدیم زیر 9 دلار بود قیمت و البته در 20 دلار فروختیم ولی خب من یه ذره دیگه به نظرم جا داره که بیاد پایین تر اگر که یه ذره تر هستین و طولانی مدت تر داریم به این نگاه میکنین شاید بعد نباشه یه پله اولش رو بگیرین ولی خب من اگر که قیمت از دستم در بره و شروع به بالا رفتن بکنه خیلی مشکلی باهاش ندارم فومو نمیکنم و چون خود میدونم که فومو نمیکنم الان دلیلی نمیبینم که بگیرم و ترجیح میدم که توی قیمت پایین تر اگر رسید بگیرم اگر نرسیدم اوکی مشکلی نیستش ممنونم از اینکه تا به کار همراه ما بودین یک سورپرایز دارم برای دوستان کاناداییمون اطلاعات بیشتری راجوش خواهم گذاشت اما سورپرایز این هستش که به زودی ما قراره که یک وبینار داشته باشیم و با جزئیات خیلی زیاد وارد دنیای ارزهای دیجیتال در کانادا بشیم که چجوری بخرین چجوری بفروشین مالیاتش چجوری باشه چجوری میتونی نگه دارین چه کارهایی باهاش قانونی هستش چه کارهایی رو باید نکنین که بتونین مالیات کمتری بدین و هزار و یک مورد دیگه منتظر اطلاعات بیشتر در این مورد باشین سابسکرایب کردن لایک کردن و کامنت هم فراموش نشه به زودی تا بعد خدا اگر.